کتاب تلوس فصل هفتم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. معبد اتحاد، آداما و آهنامار. با سلام و درود بر شما عزیزان، دوست شما آداما صحبت می کند. من امروز اینجا هستم با آهنامار، یکی از بزرگان ما که از ابتدای زندگی ما در تلوس کمی بیش از 12,000 سال پیش اینجا زندگی می کند. آهنامار قبل از دست دادن قاره ما بیش از 2,000 سال در لموریا زندگی می کرد و حدود 14,000 سال با زمان شما همان بدن جوان را حفظ کرده است. او بسیار قد بلند، پر انرژی و خوشتیپ است و به نظر می رسد حدوداً 35 سال یا حتی جوانتر باشد. در زمان لموریا، آهنامار و شعله دوقلویش، جفت روحیش، معبدی با زیبایی شگفت‌انگیزی به نام معبد اتحاد ساختند. این معبد به افتخار عشق و اتحاد شعله های دوقلو ساخته شده است. آهنامار و شعله دوقلوی او از آن زمان تا کنون نگهبانان شعله سیر نشده عشق جاودانه برای این سیاره بودند. اکنون عقب نشینی می کنم تا به آهنامار اجازه بدهم ادامه دهد. با سلام، من آهنامار هستم. درود و محبت برای همه کسانی که این پیام را خواهند خواند. در زمان لموریا، بیشتر مردان و زنان زندگی خود را با شعله دوقلوی مورد علاقه خود تقسیم می کردند. آن معبد با شکوه محل برگزاری مراسم پیوند بود. زوجها خود را به زیبایی و ظرافت می آراستند تا اتحاد خود را با انرژی های شعله سیر نشده عشق جاودانه تقدیم کنند. اگرچه این شعله عشق از ارتعاش سطح با غرق شدن لموریا خاموش شد، اما معبد اتحاد در زمان نابودی قاره ما به طور کامل به بعد چهارم ارتقا یافت و کاملا حفظ شده است. این معبد هنوز هم امروزه در منطقه نزدیک به کوه شستا که در ابتدا در آن قرار داشت وجود دارد و اکنون در فرکانس ابعادی بالاتر ارتعاش دارد. اگرچه ساختار فیزیکی قبلی آن دیگر در بعد سوم شما وجود ندارد و در واقعیت شما قابل مشاهده نیست، ولی مطمئن باشید که برای ما بسیار واقعی و ملموس است. معبد بسیار فعال است و به انجام تمام عملکردهایی که از زمان ساخته شدن برای آن در نظر گرفته شده بود ادامه می دهد. این معبد در شهر بلوری اسیری نور در منطقه کوه شستا وجود دارد. این شهر تقریباً 25 تا 40 مایل قطر دارد. به شما قول داده شده است که این شهر شگفت‌انگیز لموریایی در نهایت به شکل ظاهری فیزیکی تر تبدیل می شود و بسیاری از شما می توانید بنا به دعوت ما آن را ببینید و وارد شوید. شما می پرسید کی قرار است این اتفاق بیفتد؟ زمان دقیق آن حتی برای ما هنوز مشخص نیست. ما پیش بینی می کنیم که در اواخر این دهه یا به زودی پس از آن، هنگامی که این اتفاق بیفتد، معبد همراه با تمام شگفتی های دیگر شهر کریستالی در دسترس کسانی خواهد بود که با ارتعاش در رشد معنوی خود مطابقت دارد. اورلیا که برای شما با نام لوئیس جونز نیز شناخته می شود، در زمان لموریا با این معبد آشنا بود. او چند سال پیش در حالی که نزدیک خانه خود در منطقه کوه شستا قدم می زد، مکان معبد را دوباره کشف کرد. در ابتدا او متوجه شد که این یک مکان بسیار خاص است، اما نتوانست این راز را فاش کند. به دلایلی که برای آگاهی او ناشناخته بود، او احساس می‌کرد که اغلب برای پیاده‌روی و مراقبه به منطقه ما باز می‌گردد. چندین بار در هفته ما او را در حال بالا رفتن از تپه تماشا می‌کردیم، در حالی که او تپش‌های قلبش را دنبال می‌کرد.
همیشه با لذت و شادی، به خصوص اولین باری که او را تماشا می کردیم. ما صبورانه منتظر روزی بودیم که بتوانیم مستقیم تر با او ارتباط برقرار کنیم، ولی این ارتباط برای ذهن بیرونی او ناشناخته بود. هر بار که او می آمد با استقبال گرم ما همراه با توجه، عشق و آغوش بسیار از طرف ما در بخش‌های داخلی زمین مواجه می شد. چندین هزار سال از فرصتی برای ارتباط آگاهانه با هر ساکن سطح زمین در آن مکان می گذشت. کسانی در این منطقه زندگی می کنند که هر از گاهی برای پیاده روی به تپه می آیند، اما هیچ یک از آنها نمی دانند که این مکان نشاندهنده چیست. در نهایت، وضوح بیشتری در مورد ماهیت مکان مورد علاقه او و جذابیت شدیدی که او احساس می کرد به اورلیای عزیزمان ارائه شد. عشق و درجه بالای احترام او به مقدسات آن مکان به ما این امکان را داد تا آشکارا خود را در برابر او آشکار کنیم و جزئیات بیشتری از مشارکت قبلی او با ما در این معبد مقدس را برای او آشکار کنیم. در پاییز سال 2001 اورلیا یک مراسم عروسی را در این مکان انجام داد و آگاهانه حضور کامل ما و حضور قلمرو نور را ثبت کرد. این اولین بار از زمان غرق شدن لموریا بود که مراسم عروسی در اکتاو فیزیکی مستقیما در محلی که معبد اتحاد در بعد پنجم ما در آن قرار دارد برگزار می شد. این لحظه بسیار شادی برای ما بود و ما حمایت کامل خود را ارائه کردیم. من، آهنامار، در طول مراسم با اورلیای محبوبم ادغام شدم. اورلیا که برای ذهن بیرونیش ناشناخته بود، داشت خود را برای یک تجربه شگفت‌انگیز آماده می کرد. او به دنبال راهنمایی‌های درونی خود، این مکان ویژه را به یک زوج دوقلوی به یک زوج جفت روحی پیشنهاد داد که می‌خواستند او در مراسم عروسیشان شرکت کند. تلوسیان همراه با شورای لموریان و موجودات قلمرو نور از این رویداد بسیار خوشحال بودند و به معنای واقعی کلمه صدها هزار نفر از ما و میلیون‌ها نفر از قلمرو نامرئی در بدن اسیری خود در این عروسی شرکت کردند. به نوعی خوشبختانه او نتوانست ما را ببیند، زیرا با توجه به حجم جمعیت میتوانست ترسناک باشد. به نظر میرسد که همه از تلوس و قلمروهای نور کوه شستا آنجا بودند و فعال شدن مجدد را در اکتاو فیزیکی شعله عشق برای شعله های دوقلو از معبد ما تحسین میکردند. تنها پس از عروسی بود که ما اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت واقعی معبد و فعالسازی شگفت‌انگیزی که برای سیاره در طی مراسم انجام شد فاش کردیم. با پیروی از راهنمایی‌های قلبی و درونی او، ما از دیدن اینکه چگونه اورلیا این فرصت را برای ما فراهم کرد تا این روزنه شگفت‌انگیز را در سطح فیزیکی ایجاد کنیم، سرگرم شدیم. سناریویی که ما منتظرش بودیم در یک سکانس کامل رخ داد، بدون اینکه او بداند واقعاً در کنار مراسم عروسی چه اتفاقی می افتد. این هم باعث شد همه ما لبخند بزنیم. بسیاری از شما روابط زناشویی را به عنوان ویرانگر تجربه کرده اید که بیشتر از شادی پایدار استرس و ناامیدی را به همراه دارد. دلیل آن این است که روابط استرسا بر اساس دوگانگی است و نه یگانگی عشق الهی. تا زمانی که یک رابطه مبتنی بر یگانگی نباشد، هرگز نمیتواند آرزوی قلبی را که شما آنقدر عمیق احساس میکنید برآورده کند. حالا دوستان، اجازه بدهید کمی برای شما سخنرانی کنم. من به عنوان نگهبان شعله خاموش عشق مدت هاست که روابط شما را رصد کردم. برای کسانی از شما که به دنبال معشوق خود در جای خارج از خودتان هستید، اجازه دهید بگویم که اینطور نخواهد شد. معشوق شما نیز بخشی از شماست. او ممکن است بدنی در دنیای بیرونی داشته باشد، اما ملاقات با
شعله دوقلوی شما زمانی که یک فرد کاملا برای آن شروع آماده نیست کمی دشوار است. این اغلب به نفع شما نیست، زیرا تجربه بُعد سوم همیشه سازگاری شخصیت و روح را ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه هر دو طرف به یک سطح از آمادگی و تکامل رسیده باشند. این را با دقت گوش کنید. عشقی را که آرزوی آن را دارید، ابتدا در درون خود، در هر سلول و الکترون قلب و روح خود جستجو کنید. ابتدا شروع کنید به ایجاد یک رابطه در آگاهی وحدت در درون خود. همه چیز آنجاست و منتظر توجه شماست. همتای الهی شما در درون شما زندگی می کند. رابطه ای که شما به دنبال آن هستید چیزی نیست جز انعکاس رابطه مستقیم شما با خود الهی شما. وقتی یاد گرفتی که خودت را در تمام جنبه های ذات، هر جنبه از الوهیت، هر جنبه از تجربه انسانی خود دوست بداری، آن وقت عشق الهی به خود حاکم قلب و زندگی تو می شود و دیگر به جای دیگری نگاه نخواهی کرد. خواهید دانست که آن را پیدا کرده اید و واقعا مهم نیست که چه شکلی به خود می گیرد. قلب شما احساس سیری و رضایت کامل خواهد داشت. در آن مرحله از رشد در زندگی معنوی شما، آینه یا انعکاس عشق کامل به خود به طور ملموس در زندگی شما ظاهر می شود. این قانون الهی است و نمی تواند شما را ناکام بگذارد. اگر در زندگی شما ظاهر نشده است یا برای آن آماده نیستید یا در سطوح درونی که انتخاب کرده اید منتظر بمانید، آن در زمان الهی خود را نشان خواهد داد و هر دوره انتظاری اهمیتی نخواهد داشت، زیرا شما در قلب خود با هدف آرزو و عشق خود متحد خواهید شد. هنگامی که به این حالت عشق الهی در قلب خود رسیدید، هیچ چیز را نمیتوان از شما دریغ کرد، حتی جفت روحی شما را. به نام عشق الهی ممکن است به شما پیشنهاد کنم که شروع به جستجوی معشوق در درون خود کنید. این سریع ترین راه برای متحد شدن با شعله دوقلوست. شما مجبور نیستید تبلیغات و درخواستی در این باره در روزنامه قرار دهید یا از یک باشگاه مجردین بازدید کنید. او به معنای واقعی کلمه در دامان شما خواهد افتاد. شما نمی توانید از آن اجتناب کنید. باشد که در آغوش عشق الهی به تمام درسهایت برسی. خوشحالم که از شما دعوت می کنم که شبانه به معبد من بیایید، جایی که برای کسانی که می‌خواهند دوباره با شعله دوقلوی خود متحد شوند مشورت می‌دهم. من به قول شما به دنبال یار برای شما نخواهم رفت، بلکه ما حاضریم به شما کمک کنیم تا با آن جنبه شگفت‌انگیز خود که مدت‌ها پیش آن را رها کرده اید ارتباط برقرار کنید. همان جنبه‌ای که معشوق شما و هر چیز دیگری را که برای شما می‌خواهید جذب می‌کند. ما معشوق شما را برای شما مغناطیسی نمی کنیم، اما به شما نشان خواهیم داد که چگونه این کار را برای خودتان انجام دهید. ما معنای واقعی اتحاد الهی را به شما آموزش خواهیم داد. قبل از اینکه شب بخوابید، از راهنمایان روحی خود بخواهید که شما را به معبد اتحادیه بیاورند تا در کلاس‌های ما شرکت کنید و من و اساتید و همکارانم برای پذیرایی از شما حضور خواهیم داشت. من قول می‌دهم که اوقات خوشی را با هم سپری کنیم. اگر سفرهای خود را با ما به یاد نمی‌آورید، نگران نباشید. با نازک شدن حجاب‌ها بسیاری از شما در نهایت خاطره های بسیاری از ماجراهای شبانه لذت بخش خود را باز خواهید یافت. من آهنامار هستم، نگهبان معبد اتحاد و شعله ناپخته عشق جاودانه. ازدواج در تلوس.
بسیاری از شما در مورد اینکه ما چگونه به روابط عاشقانه خود در تلوس نگاه می‌کنیم و آیا ازدواج و خانواده‌هایی مانند شما داریم تعجب می‌کنید. از آنجایی که ما عمر بسیار طولانی داریم و پتانسیل برای خانواده‌های پرجمعیت زیاد است، بنابراین برنامه ریزی دقیق به نفع همه و از اهمیت بالایی برخوردار است. برخلاف افراد سطح، هیچ کس اجازه تشکیل خانواده در تلوس را ندارد تا زمانی که به بلوغ و آمادگی برای شروع چنین قدم مهمی دست یابد. ما اجازه نمی دهیم بچه ها به اصطلاح مثل شما در بعد سوم بچه به دنیا بیاورند. ما در جامعه دو نوع ازدواج داریم. اولین مورد یک ازدواج پیوندی است. دو نفر که به صورت عاشقانه جذب یکدیگر شدند تصمیم می گیرند در یک ازدواج پیوندی که لزوماً دائمی نیست با هم متحد شوند. آنها ازدواج می کنند و با هم زندگی می کنند تا از یکدیگر بیاموزند و همدیگر را بیاموزند و با هم رشد کنند و زندگی را تجربه کنند و از یکدیگر لذت ببرند. آنها این کار را فقط تا زمانی انجام می دهند که هر دو عمیقاً خوشحال و از رابطه راضی باشند. هیچ اجباری برای آنها وجود ندارد که در کنار هم بمانند و این اتحادیه ها لزوماً یک تعهد مادام العمر نیستند. زوجهایی که با هم ازدواج می کنند اجازه بچه دار شدن ندارند. تربیت فرزندان هدف اولیه این ازدواج ها نیست. این ازدواج ها می تواند از چند سال کوتاه تا چند صد سال یا بیشتر طول بکشد. پیشگیری از بارداری برای ما مشکلی نیست. تولد یک کودک یک رویداد بسیار گرانبها و بزرگ برای روح در حال حضور تلقی می شود. در حال ظهور تلقی می شود. و تنها با دعوت بارداری انجام می شود. ما چیزی به نام بارداری ناخواسته در جامعه نداریم. یک زن در تلوس فقط از روی قصد باردار می شود و فقط پس از آمادگی جدی و برنامه ریزی شده. پیوندهای جنسی به تنهایی حاملگی را آشکار نمی کند مگر اینکه دعوت به روح خاصی وجود داشته باشد. آنچه شما در جامعه خود با حاملگی های ناخواسته از طریق پیوند جنسی مواجه هستید، نتیجه یک جهش ژنتیکی تحریف شده است. این نیز در زمانی که رمزگذاری DNA شما با در آغوش کشیدن عشق بیقید و شرط به خود و تمام اشکال زندگی به طور کامل بازیابی می شود، بهبود خواهد یافت. در یک ازدواج پیوندی، زوجها ممکن است در هر زمانی رابطهشان را بدون جریحه دار شدن احساسات یا تعهدات نسبت به یکدیگر پایان دهند و در صورت تمایل رابطه دیگری را شروع کنند. به این ترتیب هیچ کس به دلایلی اشتباه مانند شما در جامعه خود در یک رابطه باقی نمی ماند. هر زوج در تلوس خوشحال هستند زیرا هیچ دلیلی برای با هم ماندن وجود ندارد مگر اینکه عشق و رضایت عمیقی برای بودن با یکدیگر وجود داشته باشد. این ازدواج ها بخشی از تجربیات بسیاری است که زندگی و تکامل ارائه می دهد. وقتی زن و شوهری احساس می کنند که به اتمام زمان با هم بودن رسیدند، از همدیگر برای زمانی که با هم در مسیر زندگی سپری کردند تشکر می کنند و همیشه دوستان خوبی باقی می مانند. تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که برای انحلال ازدواج خود به شورای لموریان تلوس مراجعه کنند و بدون هیچ اختلافی آن جدایی به آنها اعطا می شود. برای هر یک از ما تصور ماندن در یک رابطه غیر ممکن است مگر اینکه هماهنگی کامل، تحقق و هدف عمیقی وجود داشته باشد. نوع دوم ازدواج ما ازدواج متعهد یا مقدس است. تنها در این نوع ازدواج است که زوجین مجاز به بچه دار شدن و درخواست برای آوردن روح جدید به جامعه هستند. پس از اینکه یک زوج برای چندین دهه یا چند صد سال در یک ازدواج پیوند هستند، ممکن است تصمیم بگیرند که آنقدر یکدیگر را تجربه و شناسایی کنند تا با اطمینان کامل بدانند که عشق آنها به یکدیگر بی عیب و نقص و طولانی و با دوام است. آنها ممکن است بخواهند یک عمر به یکدیگر متعهد باشند.
از آنجایی که ما جاودانه شده ایم، یک تعهد مادام العمر برای ما معمولاً به معنای زمان بسیار طولانی در جامعه ماست که هزاران سال طول می کشد. در ازدواج متعهد دیگر گزینه فسخ نکاح یا آنچه طلاق می گویید وجود ندارد. به همین دلیل زن و شوهری که قبلاً برای مدت طولانی در یک ازدواج پیوندی هستند، قبل از اینکه تصمیم بگیرن که در یک رابطه دائمی شرکت کنن، باید از تعهد خود نسبت به یکدیگر بسیار مطمئن باشند. آنها تا زمانی که یکی از آنها یا هر دو آماده حرکت به قلمروی بالاتر تکامل یا خدمت شوند، با هم میمانند. در این صورت یک یا هر دو تلوس را ترک خواهند کرد. این تنها پس از یک زندگی مشترک طولانی و پس از اینکه خانواده اصلی در چه چندین نسل به بلوغ رسید اتفاق می افتد. در این نوع ازدواج ممکن است یک، دو یا گاهی سه فرزند به دنیا بیاید. دوره بارداری برای مادر فقط 12 هفته است. از آنجایی که این زوج برای مدت طولانی در یک ازدواج پیوندی با هم زندگی کردند، هر آنچه را که می‌خواستند به عنوان یک زوج با هم تجربه کنند انجام دادند. آنها اکنون برای گام بعدی آماده‌اند و به اندازه کافی بلوغ و دانش کسب کردند تا امتیاز و افتخار تشکیل خانواده به آنها داده شود. تنها به مردم بالغتر و تکامل یافته‌تر ما این امتیاز داده می شود که فرزندانی به دنیا بیاورند و روحهای نجیب و پیشرفته تری به دنیا بیاورند و بدین ترتیب تمدنی روشن را تداوم بخشند. در جامعه ما نه یتیمی داریم و نه فرزندانی که رها شده باشند و یا با مشکلاتی که یک والدین به تنهایی در جامعه شما با آن روبرو هستند وجود ندارد. زندگی خانوادگی ما به قدری دقیق و عاقلانه برنامه ریزی شده است که فرزندان ما هرگز مجبور به آسیب‌هایی مانند ناخواسته بودن، نادیده گرفته شدن یا مورد آزار قرار گرفتن نیستند. ما هیچ بچه‌ای نداریم که با مشکلات تربیتی دست و پنجه نرم کند. هر کودک هدیه‌ای گرانبها از جانب خداوند محسوب می شود که نه تنها توسط والدین، بلکه توسط کل جامعه ما مورد عشق و احترام قرار می گیرد. تمدن ما کاملا از مقدس بودن و نقش تربیت فرزندان آگاه است و هرگز به سادگی و بدون آموزش مناسب آن را انجام نمی دهد. ما دعا می کنیم که در سطح شما به زودی شروع به ارج نهادن به تربیت فرزندان به شیوهی روشنگرانه و مسئولانه کنید. روابط و تمایلات جنسی در تلوس آداما. سوال: آداما، لطفاً در مورد روابط بین زن و مرد در تلوس صحبت کنید. رابطه جنسی بین افراد تلوس چگونه مدیریت می شود؟ چگونه افراد در بعد سوم می توانند به سمت این نوع روابط تکامل یابند؟ با سلام خدمت شما عزیزان، این برای من و تیمم واقعا لذت بخش است که وقتی صحبت‌های ما را می‌خوانید در زمینه انرژی شما با شما وقت بگذرانیم. خواسته ما از صمیم قلب این است که درک بیشتری از قوانین الهی و کاربرد آنها را به شما منتقل کنیم. شیوه زندگی ما در تلوس تفاوت زیادی با دیگر جوامع کهکشانی در این منظومه شمسی یا این جهان ندارد. همه ما در حال زندگی و اجرای قوانین جهانی هستیم که برای همه یکسان است. نحوه بیان زندگی از تمدنی به تمدن دیگر ممکن است کم و بیش متفاوت باشد، اما اصول اصلی برای همه یکسان است و ممکن است آن را وحدت یا آگاهی جهانی بنامید. روابط و بیان جنسی ما در تلوس نشان دهنده آگاهی بسیار تکامل یافته و بالغتر از شما در درک کاربردهای مختلف عشق است. برای شروع برنامه درسی برای روابط اتحاد در یگانگی در آغوش تجربه عشق الهی است. برای مدت طولانی در بود شما روابط مبتنی بر آگاهی دوگانه بوده است.
حالا شما عزیزان از این نوع روابط خسته شده اید، زیرا به نتیجه نمی رسد و خواسته های قلبی شما را برآورده نمی کند. روابط شما در بیشتر موارد سطوح مختلفی از درد و اشتیاق را برای شما ایجاد کرده است. شما اکنون مشتاق برای به دست آوردن درک بیشتری از رابطه هستید. بسیاری از شما با برنامه ریزی تحریف شده‌ای که در مورد روابط دارید بیدار می شوید و به دنبال متعادل کردن انرژی های مردانه و زنانه در وجود خود هستید. اول از همه بدانید که همه چیز از شما شروع می شود. دیگری برای شما صرفاً آینه است برای تکامل یادگیری شما. هیچ کس نمی تواند شما را بیشتر از خودتان دوست داشته باشد. و شما نمی توانید شخص دیگری را بیشتر از خودتان دوست داشته باشید. این را در نظر بگیرید. هرگاه به دنبال کسی هستید که عشقی را به شما بدهد که شما حاضر نیستید به خودتان بدهید، نیاز ایجاد می کنید. شما باید تعادل مناسب را برای جذب نوع رابطه‌ای که آرزوی آن را دارید تجسم کنید. در غیر این صورت این رابطه بر اساس نیاز است. تا یک بارچگی. این دوستان من هرگز کار نخواهد کرد، حداقل برای مدت طولانی نه. به یاد داشته باشید که در یک رابطه رضایت بخش هر دو طرف عدم تعادل، نیاز، مالکیت، انتظارات غیر واقعی، کنترل، دستکاری و غیره را برای یکدیگر منعکس می کنند. شما حتی بهتر از ما هم همه شکایات در مورد روابط در ابعاد خود را می دانید. هرگاه افراد در درون خود کامل باشند، با انرژی های زنانه و مردانه متعادل عاشق خودشان هستند و نیازی به شخص دیگری ندارند تا نیازهای آنها را از نظر احساسی برآورده کند. آنها احساس کامل بودن، شادی و موفقیت می کنند. آنها لذت زندگی را با شریک یا بدون شریک تراوش می کنند. آنها احساس پوچی و تهی بودن نمی کنند که نیاز و عدم تعادل را ایجاد کند. هنگامی که این تعادل حاصل شد، آنگاه و تنها در آن صورت من هستم درون شما فراخوانی برای ظاهر شدن رابطه درست در زندگی شما در راستای خواسته و مسیر کنونی شما خواهد داد. این اتحاد الهی با شعله دوقلوی قلب شما تنها با اجازه خود برتر شما می تواند در زندگی شما ظاهر شود. در تلوس ما به خودمان احترام می گذاریم که هیچ یک از ما هرگز رابطه ای را که کمتر از 100% در همه سطوح برآورده می شده نمی پذیریم. در همه سطوح برآورده می کند نمی پذیریم و به آن رضایت نمی دهیم. در تلوس ما به خودمان احترام می‌گذاریم که هیچ یک از ما هرگز رابطه‌ای را که کمتر از 100% در همه سطوح برآورده و مناسب نبوده نمی‌پذیریم و به آن رضایت نمی‌دهیم. ما در جامعه خود همدیگر را مساوی می‌دانیم و راه الهی و روح یکدیگر را ارج می‌نهیم. اگرچه جامعه شما به تدریج در حال تغییر است و زنان اکنون به پتانسیل‌های زنانه خود به عنوان یک شریک برابر آگاه می‌شوند، هنوز زنان زیادی هستند که نابرابری و همچنین آزار کلامی و فیزیکی را تحمل می‌کنند. بسیاری از شما هنوز خود را لایق دوست داشته شدن نمی‌دانید و کتک خوردن، محرومیت‌ها و نقض تمامیت و آزادی خود را تحمل می‌کنید. بسیاری از شما هنوز فکر می‌کنید که این همان چیزی است که لیاقت آن را دارید یا روابط آزاردهنده را به عنوان یک روش عادی زندگی می‌پندارید. حتی در ایالات متحده آمریکا این آگاهی هنوز برای بسیاری وجود دارد. در چندین کشور روی این کره خاکی که زنان مطلقاً هیچ حقوقی ندارند و این در آنجا به طرز غم‌انگیزتری وجود دارد. می‌دانید منظورم چیست و کجاست؟ شما آن را در روزنامه‌ها و اخبار تلویزیونی خود دیده اید. در جامعه ما و در تمام جوامع تکامل یافته، زن و مرد یکدیگر را دو وجه خداوند می‌دانند. زن نماینده جنبه‌های مادر الهی و مرد نماینده پدر الهی است
و در همه حال بین زوجین عزت و احترام وجود دارد. این بدان معنا نیست که آنها همیشه موافق هستند، اما حتی زمانی که تمایل یا دیدگاه متفاوتی وجود دارد، آنها به دیدگاه یکدیگر احترام می‌گذارند و بر سر آن دعوا یا بحث نمی‌کنند. آنها اصرار به درست بودن و یا نادرست بودن ندارند و به دلیل متفاوت بودن دیدگاه‌هایشان محبت و عشق را از هم دریغ نخواهند کرد. زوجها هر چقدر که بخواهند با هم وقت می‌گذرانند. آنها از تمام فرصتی که دارند می‌خواهند به عنوان شریک یکدیگر را پرورش دهند و همدیگر را دوست داشته باشند و قدردانی خود را به یکدیگر نشان دهند. از آنجایی که ما تقریباً 20 ساعت در هفته کار می‌کنیم، بقیه زمان خود را آزاد هستیم تا از وقت خود همانطور که می‌خواهیم استفاده کنیم. زوج‌ها زمان بیشتری برای لذت بردن از همراهی یکدیگر در خانه‌های خود و در بسیاری از اجتماعات اجتماعی و هنری در جامعه دارند. آنها هرگز برای پرورش دادن یکدیگر به شیوه خلاقانه کمبود وقت ندارند. آنها دوست دارند یکدیگر را با توجه، لطافت و محبت تجلیل کنند. آنها به انتخاب خود همیشه در فضای زیبا و آرام تمایلات جنسی و صمیمیت خود را با یکدیگر ابراز می کنند. روابط در تلوس شامل سختی های جسمی بقا و مشکلات مالی که در جامعه خودتان باید با آن دست و پنجه نرم کنید نمی باشد. روابط بین زن و مرد در سطح استرس یکسانی ندارد و برای زوجها راحت تر است که به طور مداوم محبت آمیز و هماهنگ باشند. به دلیل عشق ما، آگاهی بالغ ما و احترام ما به زمین، جریانی دائمی عرضه از کیهان برای رفع نیازهای ما وجود دارد. این همان چیزی است که شما در آینده نزدیک به سمت آن حرکت می‌کنید. ما مجبور نیستیم برای پرداخت اجاره، بها یا قضا دادن به کودکان یا پرداخت قبوز پزشکی یا مالیات پول به دست آوریم. همه کالاهای زندگی ما برای ما رایگان است. ظلم در کسب درآمد در دنیای شما به زودی به پایان خواهد رسید. امیدوارم طی 10 تا 12 سال آینده این استرس کلی در شما به شدت کاهش یابد. از روابط جوانان و نوجوانان بگویید. روابط تجربی نیز زمانی مجاز است که جوانان ما به سن خاصی برسند و هورمون‌های جنسی آنها فعال شود. ما آنها را مجبور به سرکوب این امیال طبیعی نمی‌کنیم. هنگامی که به سن 13 یا 14 سالگی رسیدند، به آنها اجازه داده می‌شود که زیر نظر کشیش با یکدیگر تجربه جنسی داشته باشند. این معلمان خردمند جوانان ما را آماده می کنند تا بلوغ و مسئولیت پذیری تمایلات جنسی خود را ابراز کنند. سپس به آنها اجازه داده می شود که خودشان بیرون بروند و آنچه را که به آنها آموزش داده شده است تجربه کنند. تمایلات جنسی آنها همیشه با شادی و لذت خاص با یکدیگر ابراز می شود. در نهایت، نیاز سنین جوانی آنها به تجربه و بیش از یک شریک کاهش می‌یابد تا زمانی که میل بالغانه‌ای برای تعهد ایجاد شود. به این ترتیب جوانان ما در تلوس آزادند تا تمایلات جنسی خود را به عنوان بخشی از فرایند بلوغ خود آزمایش کنند. زمانی فرا می‌رسد که دو روح که می‌خواهند با هم متعهد شوند تعهدی را انتخاب می‌کنند. معمولاً تعهدی برای رشد بیشتر است، نه لزوماً با هدف ماندگاری. هنگامی که دو روح در یک ازدواج متعهدانه با هم ازدواج می‌کنند، یکدیگر را به عنوان بخشی از کل الهی مورد احترام قرار می‌دهند. به ندرت در این روابط استرس زیادی را تجربه می‌کنند و ممکن است از چندین سال تا چند صد سال طول بکشد. اگر زمانی که هر دو طرف در تجربه مشترک خود احساس تکمیل کنند، به شیوهی بسیار دوستانه و محبت آمیز و در هماهنگی با یکدیگر از هم جدا می شوند. آنها به یکدیگر می گویند ممنونم عزیزم، فوق‌العاده بود که این فرصت را برای رشد با شما داشتم.
از محبت، لطافت و محبتی که به اشتراک گذاشتیم و برای رشد معنوی و خردی که به دست آوردیم سپاسگزارم. همانطور که هر یک از ما راه‌های جداگانه خود را به سمت تجربه بعدی خود از زندگی و تکامل روح می‌رویم، دوست باقی می‌مانیم. شرکای تلوس نسبت به یکدیگر بسیار محبت‌آمیز هستند. وقتی دو روح برای مدت طولانی در یک ازدواج متعهد هستند و پس از صدها یا هزاران سال با هم عشق زیادی را نسبت به یکدیگر تجربه می‌کنند، معمولاً دو شعله جفت روحی هستند. زیرا دیر یا زود این زوج برای اجازه ازدواج مقدس به شورای لموریان مراجعه می کنند. این اتحادیه ها دائمی هستند و تا زمانی که هر دو در این بود زندگی می کنند با هم باقی می مانند. سوال: به ما بگویید چگونه شریک ها در تلوس جنسیتشان را و روابط جنسی را بیان می کنند؟ به یک معنا بدن ما از نظر فیزیکی به اندازه بدن شما متراکم نیست و می توانیم به روشی بسیار عمیق‌تر و صمیمی‌تر با یکدیگر ادغام شویم. وقتی با هم متحد می شویم، بدن فیزیکی و چاکراهای خود را در اتحادی از عشق ادغام می کنیم. ما عمل جنسی را اتحاد الهی می نامیم و همه چاکراهای ما در آن شرکت می کنند و همیشه همسو با قلب هستند، که تجربه‌ای بسیار گسترده را به ارمغان می‌آورد. بیان جنسی ما در این است که ابتدا آتش قلب را درگیر کنیم. در بیان جنسی خود در ظاهر شما عمدتاً فقط با دو چاکرای اولیه که خلاقیت و بقا است درگیر هستید و برای کسانی که واقعاً عاشق یکدیگر هستند چاکرای قلب را نیز درگیر می‌کنید. در تلوس ما هرگز به قصد جلب نظر یا به دلیل نیاز دست به عمل جنسی نمیزنیم. به دلیل سطح تکامل ما، تعداد چاکراهای ما بسیار بیشتر از شما فعال شده است. ما 12 چاکرای اصلی و همچنین هر یک از 12 چاکرای فرعی آنها را به طور کامل فعال کرده ایم. این بدان معناست که 144 چاکرا در بیان جنسی ما درگیر هستند. هنگامی که دو نفر به عنوان مؤنث، انرژی مؤنث الهی و انرژی مذکر الهی در بیان عشق الهی با هم ادغام می شوند، انرژی اتحاد در کل منظومه شمسی تنین انداز می شود و توسط خدای پدر، خدای مادر احساس می شود. این تبدیل به عمل اتحاد قلب ها می شود که با انرژی خالق ادغام می شود. ما به جنسیت خود این گونه نگاه می کنیم. اعمال جنسی تحریف شده. مدت هاست که ما حالتهای جنسی شما را از بالاترین تا پایینترین ارتعاش تماشا کرده ایم. ما شما را تشویق می کنیم که عواقب عاطفی منفی برخوردهای جنسی را که عشق کمی به یکدیگر دارند یا اصلا ندارند را ارزیابی کنید. هنوز کشورهایی وجود دارد که کلیتوریس یک زن را در زمانی که بسیار جوان است بر می دارند تا اطمینان حاصل شود که او هرگز هیچ لذت جنسی را تجربه نخواهد کرد. جنبه الهه بودن او کاملا انکار شده است. در تمام فرهنگ ها انرژی مردانه را با آمیختن تمایلات جنسی همراه با بارداری، ژنتیک سیاره شما را دستکاری کردند. از لذت جنسی محروم شدند. یک چیز دیگری را اضافه کنم که بسیاری از زنان در این سیاره تمایلات جنسی و انرژی‌های الهه خود را خاموش کردند، زیرا مورد آزار، سوء استفاده، هتک حرمت، تجاوز، سرکوب و بی‌احترامی قرار گرفتند. در اعصار گذشته زنان به طور کلی احساس می‌کردند که ارزش کمی فراتر از خدمت به عنوان یک شیء جنسی یا دارایی مادی برای نیازهای جسمی و عاطفی مردان ندارند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که هر دو جنس آن زخم‌های عمیق را التیام بخشند. به دنیا آوردن کودکان. ما کاملا آزادیم که از تمایلات جنسی خود لذت ببریم بدون اینکه بارداری ناخواسته را تحمل کنیم. بارداری تنها زمانی آشکار می شود که روحی به قصد تکامل در جامعه ما دعوت شود.
سپس حاملگی با انرژی در بدن ظریف اتفاق می افتد و به صورت فیزیکی ظاهر می شود. تنها در ازدواج‌های مقدس زوجها اجازه دارند فرزند بیاورند. هنگامی که زوجی تصمیم به داشتن فرزند می گیرد، به معبد می روند تا با رئیس کشیش در مورد قصد خود صحبت کنند و برای دریافت این امتیاز درخواست اجازه دهد. فقط زوجهایی که به بلوغ معنوی بالایی رسیده اند اجازه دارند روح را به تجسم بیاورند. در تمام تمدن‌های روشنفکر اینگونه است. هنگامی که به یک زوج اجازه داده می شود که روح جدید را به جامعه ما بیاورند، این دعوت بسیار مقدس تلقی می شود. سپس والدین آینده در ارتباط مستقیم با یک یا چند نامزد از قلمرو نور برای آن امتیاز ویژه هستند. هنگامی که نامزد انتخاب می شود، بسیاری از جلسات در سطح درونی بین روح ورودی و والدین روحی که می خواهد وارد شود و والدین آینده برگزار می شود. تقریبا 6 تا 12 ماه آمادگی برای لقاح وجود دارد. مسیر روح و اهداف به دقت مطالعه می شود تا زمانی که همه برای آن تعهد مقدس آماده شوند. در جامعه ما غیر قابل تصور است که کودک را بدون انجام بالاترین و کاملترین مقدمات به تجسم بیاوریم. ما کاملا از تأثیری که تولد یک روح جدید در جامعه ما ایجاد می کند آگاه هستیم. زمانی که روح به دنیا می آید، مدت بارداری 12 هفته است. والدین به طور موقت به معبد نقل مکان می کنند تا تمام وقت خود را برای این رویداد آماده کنند. در این مدت والدین آینده با خالص‌ترین عشقی که به عنوان یک زوج قادر به انجام آن هستند به همدیگر تقدیم می کنند. آنها به موسیقی گوش می دهند که ارتعاش آنها را بالا می برد و خود را تسلیم زیبایی بدیع می کنند. اعضای کشیش معبد به روحی که قرار است بخشی از جامعه ما شود احترام می گذارند و استقبال می کنند. فرزندان ما همیشه خواسته شده اند. در طول دوران بارداری روحی که در انتظار تولد است محبت کامل والدین و جامعه را احساس می کند. فرزندان ما کمی بزرگتر از شما به دنیا می آیند. با سرعت بیشتری رشد می کنند. آنها همچنین در خرد و دانش رشد می کنند. اگرچه آنها ممکن است برخی از مشکلاتی را که کودکان در ظاهر انجام می دهند به خصوص در دوران بلوغ تجربه کنند، ما راه‌های زیادی برای کمک به بلوغ و رشد در مشکلاتشان داریم. مسیر هر کودک همیشه مورد احترام است و هر کودکی تمام توجهی را که نیاز دارد دریافت می کند. سوال: آیا چیزی وجود دارد که بتوانید با ما در بُعد سوم در مورد اینکه چگونه می توانیم به همان حالت هوشیاری تکامل پیدا کنیم به اشتراک بگذارید؟ خب این دارد وارد دنیای شما می شود عزیزانم. با افزایش آگاهی و هوشیاری و بیداری ما خواهد آمد. کسانی که اطلاعات ما را می خوانند معنی آن را درک می کنند و می خواهند این نوع زندگی را برای خود ایجاد کنند. آنها می خواهند در این نوع جامعه روشن فکر زندگی کنند. همانطور که با این اصول آگاهی بالاتر همسو می شوید، در حال ایجاد آن نیز هستید. و در سالهای آینده تکامل بیشتری خواهید یافت. در آینده نزدیک افراد بیشتری آگاهی خود را بر روی اطلاعاتی که ما به اشتراک می‌گذاریم باز خواهند کرد. با افزایش این تعداد خواهید دید که همه چیز به سرعت تغییر می‌کند. می‌دانید که نیت‌ها واقعیت را ایجاد می‌کنند. وقتی تعداد زیادی از افراد خواهان تغییر باشند و نیت‌های محکمی برای ایجاد واقعیتی جدید برای خود و برای بشریت تصور کنند، به سادگی اتفاق می‌افتد. در این زمان مهم است که هر یک از شما سفیر عشق، صلح و هماهنگی برای خود، برای بشریت و برای کره زمین شوید. مهم است که اطلاعاتی را که احساس می‌کنید در زندگی شما تغییر می‌کند، با اطرافیانتان به اشتراک بگذارید. مهم است که اطلاعاتی را که احساس می‌کنید در زندگی شما تغییر ایجاد می‌کند، با اطرافیانتان به اشتراک بگذارید.
زمان سکوت در پیله به پایان رسیده است. همه شما باید عشق، نور و دانش خود را به همه کسانی که در مسیر شما هستند بتابانید. هرچه بیشتر بدرخشید و درک جدید خود را بتابانید، نور بیشتر در درون شما و سیاره گسترش می‌یابد. به این ترتیب تکامل پیش می‌رود. ما در میان مردم فرانسه که کتاب‌های ما را خواندند، متوجه شده ایم که تغییری در آگاهی و افزایش چشمگیر میل به زندگی روشنبینانه صورت گرفته است. ما همچنین متوجه شده ایم که مردان و زنان بیشتر به یکدیگر احترام می‌گذارند. همه باید شروع پذیرفتن الوهیت خود و متعادل کردن چاکراهای خود کنند، چه در بدن مرد باشند و چه زن. آیا شما آن را درک می کنید؟ هنگامی که با قطبهای درونی خود همسو می شوید و با فردی آشنا می شوید که به همین ترتیب همسوست، تجربه های جدیدی را در روابط زندگی مشاهده می کنید که رضایت بسیار بیشتری را برای شما برمقام می آورد. دانش و اطلاعات صحیح غذایی برای روح ایجاد می کند که تحول را ایجاد می کند. همانطور که افراد بیشتری آگاه می شوند و قلب خود را به روی این مفاهیم باز می کنند، تأثیر بیشتری بر روی آگاهی توده های مردم می گذارند. مراقب جهش ها در آگاهی و سبک زندگی باشید که مردم این سیاره در چند سال آینده از آن استقبال خواهند کرد. هرچه تعداد افرادی که از این نوع اطلاعات استقبال می کنند بیشتر باشد، آگاهی بالاتر برای بشریت سریعتر تکامل می یابد. این مفاهیم از شریعت الهی اکنون در یک حالت جنینی در قلب افراد معدودی قرار دارد. همانطور که اکتشافات جدید خود را با کسانی که به آن علاقه دارند به اشتراک می گذارید، آنها جوانه زده و رشد خواهند کرد. هنگامی که افراد زیادی تمایل به این نوع جهش در آگاهی را در قلب خود نگه می‌دارند، نمی‌توانید جلوی رشد آن را بگیرید. این فقط یک درخواست است که از طریق این نوشته‌ها و آموزه‌ها به یک جمعیت خابیده اطلاع دهید و حقایقی را که برای مدتی طولانی از شما پنهان شده بوده را بشناسید. هنگامی که مردم برای سرنوشت معنوی خود بیدار می شوند، شتاب فوق‌العاده از نور را برای تجلی عصر طلایی موعود عشق، صلح، روشنگری و رفاه برای همه در جهان خود تجربه خواهید کرد. بدن خود را به عنوان اشکال جادویی در نظر بگیرید. آنها را به عنوان همه کارترین ماشین هایی که تا کنون ساخته شده اند ببینید که می تواند تمام کاری را که شما می خواهید بدون درد یا محدودیت انجام دهد. آداما درس های بی ضرری را بیاموزید، نه با کلام، نه با فکر و نه با احساس. هرگز به هیچ بخشی از زندگی آسیب نرسانید. بدانید که خشونت فیزیکی شما دنیای فیزیکی شما را در قلمرو درد، رنج و مرگ نگه می‌دارد. این پیام از ماها چوهان پاول دونیسی بود. پایان فصل هشتم از کتاب اول تلوس.